خبرهای از تحولات قیام مردم سوریه. بمباران جنایتکاران شهرها و مناطق مسکونی سوریه توسط نظامیان اسد امروز نیز به شدت ادامه داشت و شهرهای حلب، درعا، هما، داریا و حومه دمشق با بشقاب‌های انفجاری هدف قرار گرفتند که بر اثر آن ده‌ها تن از شهروندان سوری کشته و زخمی شدند. شبکه حقوق بشر سوریه گزارش داد در روز گذشته 156 تن در سوریه با آتش نظامیان اسد کشته شدند که در میان آنها 34 کودک و 10 زن مشاهده می شود. از سوی دیگر انقلابیون سوری اعلام کردند شهر یربود و شهرک‌های اطراف آن در ناحیه قلمون توسط نظامیان اسد و عناصر حزب الشیطان به شدت گلوله باران شدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد اطلاعات نشان می‌دهد که هواپیماهای رژیم سوریه برای بمباران این منطقه از بمب‌های ممنوعه خوشه‌ای استفاده کرده است. به دنبال گفتگوها میان نمایندگان رژیم سوریه و اپوزیسیون این کشور در ژنو، تخلیه غیرنظامیان از بخش قدیمی شهر هومس از سر گرفته شد. استاندار هومس اعلام کرد آتش‌بس در این شهر 3 روز دیگر تمدید شده که اجازه می‌دهد تعداد بیشتری از شهروندان محاصره شده از هومس خارج شوند. ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان نسبت به کشتار مردم در هومس توسط رژیم جنایتکار اسد هشدار داد و از شورای امنیت خواست تا در رابطه با حوادث جاری موضع‌گیری کند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت حوادثی که در روزهای اخیر در هومس اتفاق افتاد غیر قابل قبول است. تلویزیون الجزیره گزارش داد به دنبال به بن‌بست کشیده شدن مذاکرات بین اپوزیسیون سوریه و هیئت رژیم سوریه در ژنو، اخسر ابراهیمی امروز با نمایندگان آمریکا و روسیه دیدار خواهد کرد. این دیدار در پی ارائه طرح اپوزیسیون سوریه مبنی بر انتقال سیاسی قدرت و تشکیل دولت انتقالی با اختیارات کامل صورت می‌گیرد، در حالی که هیئت رژیم سوریه با اصرار بر اولویت دادن به مقابله با خشونت و تروریسم این مذاکرات را قفل کرده است. به دنبال ارائه پیشنویس قطعنامه عربی غربی به شورای امنیت در رابطه با ایجاد دالان‌های کمک‌رسانی به مردم تحت محاصره سوریه و تهدید دمشق به مجازات در صورت ایجاد مانع برای کمک‌رسانی، یک مقام روسی گفت پیشنویس قطعنامه‌ای که بشار اسد را ملزم می‌کند مسیری برای کمک‌رسانی به جنگ‌زده‌های تحت محاصره ایجاد کند، اقدامی برای مداخله نظامی در سوریه است و روسیه نمی‌گذارد این پیشنویس در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شود. لاوروف وزیر امور خارجه روسیه این کار را اقدامی یک طرفه برای مقصر خواندن دولت سوریه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری یونایتد پرس، مقامات آمریکایی گفتند رژیم ایران فعالانه از القاعده در سوریه حمایت می‌کند. این گزارش با اشاره به اینکه رژیم ایران برای حفظ رژیم اسد سعی دارد با به کار بردن تاکتیک‌های مختلف در بین شورشیان تفرقه ایجاد کرده و آنها را تضعیف کند، می‌افزاید وزارت خزانه‌داری آمریکا قبلا گفته بود که وزارت اطلاعات رژیم ایران در حمایت از گروه‌های مختلف تروریستی من جمله القاعده و القاعده در عراق مجدداً ابعاد سیاست تروریسم دولتی رژیم را به نمایش گذاشته است.